بچه بود. خیلی ناقلا شدی ها. حالا کی برات گفته؟ نه؟ حالا من یه دونه جه با سلام و درود به رو به روان پرفت و پوته روان پرفتو و پرس سلابه و پر سلابت ام 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 امام ام قر قر ام ام القرای امت چی؟ ام القرای ام القرای امت کفن کفنب وش کفنب وش شه کفنب وشر اهل قدس قدس از روح شریف کفن پوش روح حلق قدس از روح شریف رزوان الف سه نقطه رزو تا لی 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 علی تا لی علی ه بله 17 سال پیش در صبحی آکنده از ضد حال و صحنه های ارتحال صدا و سیمای جمهوری اسلامی خبری بدین مضمون پخش کرد. پشم های گوسفند های مرینوس در استرالیا بر اثر یک بیماری صعب العلاج فرو ریخت. نه نه این نبود نبود این نبود خبر خبر قبلیش بود خبر قبلیش بود. سیرابی همان گوسفند ها صبح روز بعد در طباخی شاه غلام سرو شد. نه نه اصلا نمیخواد اصلا نمیخواد اصلا نمیخواد اینو پخش کنی. من خودم میگم امام مرده من رفته کفم پوش شده. من صحبت پشم گوسفند و گوسفند و سیرابی رو میخوام 100 سال صبر نکنم. چطور دلت میاد امامو ول میکنید به گوسفند میچسبید؟ پخش کنین آهاد مصاحبه مردم رو ببینیم درباره امام چی میگن. محمود جان تو خیلی مثلا اخبار داشت خنده هم میگره میگه گفتی. یه بار دیگه بگو یه بار دیگه جان. هفده سال پیش این موقع ها چه اتفاقی افتاد؟ هفده سال پیش چون خودم که فکرشو میکنم اصلا باورم نمیشه 17 سال گذشته من چجوری با این درد طاقت آوردم. یعنی خودم برام سواله آخه با این درد چطور میشه 17 سال درد رو تحمل کردم. واقعا رو بگو همون درد جگرسوز رو بگو. جگرم نبود این بیشتر سیبادم هم بود. سیبادم هم میخوره صبح که بلند شدم میخوره درد میکرد بعد رفتم آب نمک اینا قلقله کردم بهتر شد. ولی نکته هم که شما میگی درسته چون هر موقع جگر میخورم این سیبادم هم میخوره دوباره باز میسوزه. همینه دیگه همین اتفاقو میگم. نه آقا 17 سال پیش 13 خرداد بابا خیلی دردناکتر از این حرفا بود. 17 سال پیش حالا من یه خورده فکر کنم شما مصاحبه بعدی تو بگیر من باز یه خورده فکر کنم. 17 سال پیش بزن بزن محمود بزن بابا پا ترون گاز مرد دیگه بزن بزن استاد ببخشید ماشین تو بذار رو چال اومدم بذار رو چال. در سال روز رحلت امام میخواستم نظرتون رو راجع به اون امام همام بپرسم. امام؟ این امامی که میگه الان لوازم یدکیش پیدا نمیشه خیلی سخت گیر میان بعدم که اصلا به درد خیابونای تهران نمیخوره. من خودم اول انقلاب که اومده بود دیدم امام چیه لگن بود قربونت برن رادیاتور سوراخ از اون برم که اگزوزش آب کش بود بعدم که یاتاقان زده بود اصلا به درد این کارا نمیخورد. این امامی که میگی جلوبندیش هندیه موتورش انگلیسی ولی خب گفتم به درد خیابونه اینجوری نمیخوره به همین خاطرن که آخرش چارچرخش رفت هوا آب روغن قاطی کرد دیگه به درد این کارا هم نمیخورد. اما این ماشین میخوای ماشین خوب من خودم هستم برو الان ماشین تو بذار رو چال بذار رو چالا تو چال نذارا محمود بزن در خدمتی. آقا شما بالاخره فکراتو کردی یادت اومد 17 سال پیش چه اتفاقی افتاد؟ 17 سال پیش
13 خرداد صبح بود دیگه، درسته؟ صبح بود، من تلویزیون روشن کردم. آره درسته، تلویزیون خبر چی رو داد؟ همون خبر تو اندونزی انتخابات ریاست جمهوری بود، بعد از اون برای مثل که تو یوگوسلاوی زلزله اومده و تو موزامبیک هم مثل که رئیس جمهورش کودتا کرده بود و همین آنگولا و اینا، همین آنگولا بود فکر میکنم، حالا دقیق باز خبرش یادم نیست، ولی بازم فکر کن خیلی دردناکتر از این حرف بود. حالا من باز باید فکر کنم 13 خرداد 17 سال پیش. آقا شما امام راحل رو میشناختید؟ حالا من بچه محل نیستم، من تازه از شهرستان اومدم، ببخشید. نه آقا، منظورم زمان رحلت بنیانگذار کبیر انقلابه. ساعت همراهم نیست، معذرت میخوام، زمان نمیدونم الان دقیق. بابا یه چیز بگو دیگه. پول خورد همراهم نیست، خدا بهتون کمک کنه، ببخشید. بچه هم حالاتو درست کن بیاره، چیکار میکنی ته؟ دوستا امروز روز رحلت معمار جمهوری اسلامیه، چه احساسی داری در این روز؟ والا معمار که نبوده، این دیگه چارک بوده، بیشتر چارک بوده، حالا خیلی دیگه بهش التفات کنیم میشه نیمه. اما در کلیت هر جا که این دیواری که ساخت، خشت اول رو کج گذاشت تا سرعی هم این دیوار چی؟ کج رفت، کل نه آدم بیملاتی ها، این امام که میگی آدم بیملاتی ها، سیمان قاطیش نبوده، یعنی همش دوغاب بوده، به خاطر همین هم معلوم میشه دیواری که ساخته فوت بکنی میریزه. بیشتر هم خودش به درد لو جرز دیوار میخوره که بذاریش لو ملات و دوتا آجر هم بذاری روش که تمام شه بره. همین که رفت یه آسمون خراش درست کرد، آسمونش همینه که میبینی بیرونه، خراش هم همین هایی که دارن کار میکنن دیگه، دارن سفیدسازی دیوار نظام جمهوری اسلامی رو میکنن با مهرورزیشان و با این احمدی نژاد دیگه، چه میدونم اینا دیگه. حالا من دیگه صحبت دیگه نه، بچه همون ملاته رو درست کن دیگه. آقا شما درباره خصوصیت های امام چند کلمه صحبت کنید. امام؟ نمیتونم خود روش شکلت برم، نمیتونم صحبت کنم. آخ بمیرم، چه احساسات پاکی، بگو، بازم بگو. آقا جون نمیتونم، میسوزه، نمیتونم. دل داغدار منم میسوزه، از دل سوختگی هات بگو. بسیجی؟ بسیجی چیه بابا؟ بسیجی باباته، حتی که من دارم این پیازو پوست میکنم، ششم داغون شد، داره حدقه در میاد، اشکم نره منه، تو میگه امام کیه؟ برو این اصلا اینجا بگنم میدنم همچه تفتت میدم که همچه ته بگیری. ها یادت اومد؟ یه چیزی تو ذهنم مونده ولی میخوام بگم، ولی نوک زبونمه. بگو. نوک زبون توفاله چاییه. یادم اومد اون روز صبح ما صبحونه چایی که خوردیم توفاله تو دهنم بود. همونه داری میگی، منظور همونه دیگه نه؟ نه دیوونم کردی بابا، اصلا من رفتم. قربانت. حالا من اگه چیزی باز دوباره لب زبونم اومد بهت نشون میدم. آره قربانت. یه شیطونه میگو من اینجا یه دونه زشت و زیبا باش بزنم اسیر مالش کنم، من اینجا خمینی رو میگفت دیگه، گروه باباش. بله دیدیم که چطور آهاد امت بانشات و قیور من در سالگرد امام آن پیر باغ هپرود را توصیف کردند، و من حالا با قطع شعری از همان شاعر آشفته عمامه اخبار این ساعت را به پایان میرسانم. من تو خال لبت ای موش پدیدار شدم، چشم قرمز شده دیدم و بیزار شدم. رفت محمود سر قبر تو دوش، گفت بی حکم تو بدبخت و گرفتار شدم. بله همکارم همین الان به من اطلاع میدن که جدیدترین عکس امام به دستمون رسیده که ازشون خواهش میکنم نشونمون بدن تا با یاد ایشون همراه بشیم و صفایی بکنیم. همکار گرامی خواهش میکنم. بله بابا اینا رو نشون نده، من نمیدونم، من شب اینجا بدبخت میشم، نشون نده اینا رو بابا.
بخون.